وكل بدعة ضلالة. این جمله همیشه تو خطبه خوانده میشه، هر بدعتی گمراهیه. بدعت نخونه، تعریف بدعت چیه؟ چیزی به نام دین در دین اضافه بشه و مردم اعتقاد پیدا بکنه در زمان رسول الله نبوده، اشاره ای به آن نرفته، خلفای راشدین آن را تایید نکردند، دلالتی از قرآن، دلالتی از سنت، اشارتی از سنت درباره آن نیست و مردم برای این ثواب قائل شوند آقا و مانند دین آن را پایبندی کنند و کسی عمل نکنه و او را ملامت و سرزنش کنند، این میشه بدعت. این نوع آوری محکومه، این نوع آوری زشت بده به نام دین. حالا اون را عوام الناس درست بکنند یا بعضی فرض کن به نفع خود یک مغردی به نام عالم اون درست بکنه، به هر حال اون دین نیست، این بدعت و ضلالت. و بعد حضرت رسول در ادامه فرمود انا اولا بكل مؤمن من نفسی، من به مؤمنان از خودشان نزدیکترم، من خیلی شفیقم، مهربانم، این حرف میزنم. ببین قاتل در سیاق این سخن گفت، هر کسی مالی بعد از خودش ترک کرد، مال خودشه، مال ورثشه، ولی اگر مال نداشت، بچه داشت، اولاد داشت، یا دین داشت، قرض داشت، من محمد مسئولم، دینش را من میپردازم. چقدر شفقت، چقدر مهربانی، چقدر محبت. خود قرص نمیخوابید، ام المؤمنین میگوید سه هلال را میدیدیم در خانه ما آتش روشن نمیشد، ولی رسول فرمود چرا روشن نمیشد؟ هرچی میامد رسول در همین مسیر خرج میکرد، برای امت خرج میکرد. کدوم عالم میتونه این کار را بکنه؟ کدوم مسلم و پیشوا میتونه این کار را بکنه؟ کدوم رشت سفید و خیرقه و سردار میتونه این کار را بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوردن امت را از خوردن خودش مقدم میداند، راحت امت را از راحت خودش مقدم برتر میداند. اینقدر امت را دوست دارد، از خودشون به خودشون من نزدیکترم. لذا سروران عزیز، اینه که درباره بدعت حساس باشیم، خیلی از بدعت ها مواظب باشیم، علما مواظب باشند، ائمه جمعه مواظب باشند، علمای هر فرقه، هر مکتب مواظب باشند که در چیزی در اسلام به نام اسلام گنجانده نشد. اسلام کامله. ببینیم رسول الله از دنیا رحلت کرده، صحابه چه کار کردن، ابوبکر صدیق چه کار کرد، علی مرتضی داماد چه کار کرد، عمر چه کار کرد که پدر خانم بود، ابوبکر چه کار کرد که نزدیکترین بود، چه کار کردن. ببینیم حضرت علی مرتضی وقتی از دنیا میراد، حضرت حسن و حسین دارن چه کار میکنن و اونها رفتن، یاران اونها چه کار کردن. لذا ما هر کاری بعد از موت کسی انجام بدیم، در روز وفات کسی انجام بدیم و در آن زمان تایید نشده، این بدعت میشه، این نوآوری میشه. ما باید تجدید نظر کنیم و باید بهش ثواب قائل بشیم و برایش چیزهایی بتراشیم، از طرف خود فضیلت تراشی کنیم. چه جمله جالبی علامه سید ابوالحسن ندوی میفرماید، خیلی مثال جالبی داده، میفرماید سکه زدن دار و ضرب تعطیل شد. دار و ضرب همون چیز جایی بود که سکه های طلا و نقره درست میشدن، مهر میخوردن. میفرماید هر چرا که مهر رسول الله زده اون دینه، و هر چی که مهر رسول الله نخورده اون دین نیست، اون یه سکه جعلیه. امروز در دولت های فعلی ما، در همین دولت ما یا در هر دولتی که باشه، کوچک بزرگ، ابر قدرت یا کمتر از آن، یه سکه به نام دلار اگر عرضه بشه، سکه به نام تومان اگر عرضه بشه که مهر بانک مرکزی تویش نیست، این جعلی حساب میشه، این تقلب حساب میشه. ولو اینکه خیلی درازتر هم باشه، خیلی شیکتر هم باشه، خیلی جنسش اعلیتر هم باشه، ولی مهر نیست، جعلیه. پس چیزی که پیغمبر تایید نکرده، رسول الله تایید نکرده، در قرآن تایید نشده، به هر نامی که ما انجام بدیم، به نام دینش انجام ندیم، به نام دین ثواب درست بکنیم مشکله. به طور مثال یک مثالی میدیم، قبرستان میریم میبینیم یکی، همین هفته که ما یه عزیزی را برای تدفینش رفتیم، یکی گفت گوش من که اینجا یک قبری 150 میلیون خرج شده. چرا اینقدر سنگ روی قبر خرج بشه 150 میلیون؟ آیا رسول الله اینا دستور داده، یه جایی گفته؟
ایت شیرین کاری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. یا رسمایی که در ماتم بگی فوت میکنه حتما باید به این شکل صدقه بشه، حتما به شکل صدقه کنیم. آزاده، هر قدر، هر روز، به هر مقدار، هر وقت، اگر ما وقتش خود تعیین کنیم، بگیم نه حتما باید بعد از 40 روز باشه، یا حتما باید بعد از 30 روز باشه، و باید به این مقدار باشه، از طرف خود قید بزنیم، شرط بزنیم، قانون بگذاریم، یعنی ما داریم دین سازی میکنیم. دین سازی کار ما نیست، این کار الله. الله دین را ساخته، الله دین را کامل کرده، فرستاده. من به همین حدیث را مانع و حائل نشوم بین شما و حضرت شیخ، این حدیث را میخونم. ام المؤمنین عایشه صدیقه میگوید و تمام میکنم، دقت فرمایید. عن ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ستت لعنتهم و لعنهم الله، شش تا گروهن من اونها را لعنت کردم و اونها را خدا هم لعنت کرده، و کل نبی مجاب، و از هر پیغمبر اونها را، هر پیغمبری که الله اطاعتش واجب کرده و همه را اطاعت واجب کرده، همه اون پیغمبران اونها را لعنت کردن. یک از زاید فی کتاب الله، کسی در کتاب خدا کمی بیشی کنه، بیاره یه آیتی اضافه کنه یا کم بکنه. دو، المکذب بقدر الله، منکر تقدیر خدا باشه. خداوند تقدیری تمام کائنات را نوشته و پیش الله، الله میداند، علمش کامله. سه، المتسلط علی امتی بالجبروت، ظالمی که بر امت چیره شود، بر ملت چیره شود، بجبروت، به زور و سرنیزه و سلاح، لیوزل من عز الله، میخواهد کانانی را که الله عزت داده میخواه اونها را ذلیل کنه، و میخواهد کسانی را که ذلیلند اونها را به عزت برسونه. این را هم الله لعنت کرده. چنین فرمان روایی، چنین حاکمی. چار، فرمود و المستحل حرمت الله، کسی که حرامهای خدا را حلال کنه. خداوند ربا را حرام کرده، چرا یکی باید حلالش بکنه؟ خداوند شیوه نکاح و ازدواج را مشخص کرده، یکی برای به نام نکاح سفید یه چیزی را رواج بده، چیزهایی هست بعضی هم میدونن. پنج، والمستحل من عترتی، کسی اهل بیت مرا، حرمت اهل بیت مرا، فرزندان مرا، حسن و حسین و فاطمه را، اهل بیت عتره ابرویشون را ببرد، مالشون را غصب کند و اونا را ناراحت کنند. فرمود این حرمت اونا را بشکند، این را هم الله لعنت کرده. و چشمین را فرمود و تارک لسنتی، تارک لسنت، اونی که سنت مرا ترک می کند و از طرف خود خود تراشی می کند و دین سازی می کند و به مردم، به خورد مردم می داد و برش ثواب قائل می شه که ولی فلان کار را بکنید، اینقدر حج داره. اگر الله نگفته، رسول الله نگفته، در حدیث نیست، حدیث محفوظ، سنت محفوظ، قرآن محفوظ. ارباز ابن ساریه بعد در تایید همین رسول نقل می کند که رسول فرمود لقد ترکتکم علی مثل البیضا لیلها کنهارها، چرا این طرف اون طرف می روید؟ من شما را بر یک راه راست گذاشتم، راهی روشن، شبش و روزش فرق نمی کنه، همه چیزش مشخصه. از طرف خود درست نکنید. بعد فرمود لا یزیغ و انها الا هالکون، کسی که هالکه، یعنی میخواه هلاک بشه، اونه که این راه را ویل میکنه. لذا اینه که حضرت فرمود من احدثا فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، هر کسی دین بسازه، چیزی در دین داخل کنه به نام دین، ثواب قائل بشه، برای حدود و قیود تعیین بکنه از طرف خودش، این مردوده، قبول نیست. و فرمود هرگاه که بدعتی در دین بیاید، سنت، محرومیتی از سنت پیش می آید. لذا پیشوایان دین مواظب باشند، علما مواظب باشند، متأثر نشوند. اگر چیزی رواجه، تجدید نظر کنیم، ببینیم، تسلیم بشیم، تسلیم الله و تسلیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشویم. فرمودند بگو به اونا اعلام کن، اگر دوست دارید، کنتم تحبون الله، اگر الله را دوست دارید، فتبعونی، بیایید مرا تبعیت کنید، پیروی بین محمد بکنید، یحببکم الله، شما محبوب الله میشوید. کسی به سنت عمل میکند محبوب میشود، راحت میشود،
تنگی، حرج، مشکلات تو بدعت ها، تو رسم ها، تو رسومات. سنت خیلی راحته، دین را الله خیلی راحت کرده. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، الله گناهان شما را میبخشد. والله غفور و رحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.